عید قربان در کشورهای مختلف جهان. برگزاری نماز عید قربان در مسجد الاقصی با شرکت بیش از 100 هزار فلسطینی. تشکر تام کاتن از دستگیری جاسوسان رژیم ایران در آمریکا. با سلام به بینندگان عزیز، توجه شما را به در یک نگاه این ساعت جلب می‌کنیم. مسلمانان در سراسر جهان در روز عید قربان به اقامه نماز عید پرداختند و قربانی کردند و فرارسیدن عید قربان را جشن گرفتند. بیش از 100 هزار تن از مردم فلسطین نماز عید قربان را در مسجد الاقصی برگزار کردند. شیخ محمد حسین، مفتی قدس و فلسطین در خطبه نماز عید بر عزم و اراده اهالی قدس و محافظان داوطلب به دفاع از الاقصی تأکید کرد. سناتور تام کاتن، عضو برجسته سنای آمریکا، در پیامی از دستگیری دو مأمور اطلاعات آخوندی به دلیل جاسوسی در آمریکا و علیه مقاومت ایران تقدیر کرد و در پیامی گفت این یک هشدار نسبت به تهدید تروریستی است که از جانب رژیم ایران وجود دارد، با تشکر از تلاشی که FBI کرده است. یونایتد پرس در گزارشی از جاسوسان رژیم ایران در آمریکا علیه مقاومت ایران نوشت وکلای آمریکایی اعلام کردند که دو مرد در ابتدای این ماه با اتهامات جاسوسی برای رژیم ایران دستگیر شدند. احمد رضا محمدی دوستدار و مجید قربانی علیه اعضای مجاهدین خلق در آمریکا جاسوسی می‌کردند. مجاهدین خلق سازمانی است که سرنگونی رژیم ایران را به پیش می‌برد. نخستین جلسه دادگاه مجید قربانی، مأمور اطلاعات آخوندی در آمریکا به جرم جاسوسی علیه مجاهدین خلق برای رژیم آخوندی، روز سه‌شنبه در شهر واشنگتن برگزار شد. در این جلسه قاضی درخواست آزادی موقت او را رد کرد و دادستان برای وی درخواست 75 سال زندان کرد. جاسوس دیگر رژیم به نام احمد رضا محمدی دوستدار قرار است در شیکاگو محاکمه شود. وارثان مؤسسه کاسپیان در رشت در اعتراض به غارت دارایی و سرمایه یک عمر خود در مقابل دفتر این مؤسسه تجمع کردند. بعد وعید نمیخوان، حرفای مفت نمیخوان، ما پولمون رو میخوان. بعد وعید نمیخوان، حرفای مفت نمیخوان، ما پولمون رو میخوان. امروز سه‌شنبه 30 مرداد 97 سپرده‌گذاران کاسپیان. همچنین چند تن از غارتزدگان وارد دفتر این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران شدند و شروع به افشاگری کردند. آخوند روحانی روز سه‌شنبه طی سخنانی به درگیری باندی در رأس نظام آخوندی اعتراف کرد و گفت خواهشاً این یک سال دو سال حزب و جناح و اینا رو فراموش کنیم، اشکال نداره، دو سال دیگه باز شروع کنیم. این سال 97 و 98 تا اوائل 99 جناح ها لطفاً برن مرخصی، یکی دو ماه برن مرخصی، اختلافات کم بشه، فشارها کم بشه، اتحاد و وحدت بیشتر بشه. به پایان در یک نگاه این ساعت رسیدیم. از همه شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.